بیا این ویدیو میخوایم مسی و رونالدو رو مخلوط کنیم. تمام ژن‌های مسی و تمام ژن‌های رونالدو در کنار شوت‌های وحشتناک رونالدو، دریبل‌های خفن مسی، سرزنی رونالدو، کاشته‌های مسی و غیره رو همه رو همدیگه مخلوط کردیم و یکی ابر فوتبالیست به دنیا آمد به نام مسی رون. داستان از این قرار که مسی رونالدو رو همدیگه مخلوط کردیم و این ابر انسان شکل گرفت. در این ویدیو میخوایم مخلوط مسی و رونالدو رو در مقابل بهترین زوج‌های جهان از جمله رونالدو و رونی، مسی رونالدینیو و بقیه بازیکن‌های جهان قرار بدیم. گردوندن رو میچرخونیم و به سمت هر بازیکنی بیفته، مثلا راست 11 تا مسی رونالدو مقابل 11 تا نیمار رو امباپه قرار میگیره. به صورت گلدن گل پیش میریم و در آخر میبینیم که آیا کسی میتونه مسی رونالدو رو شکست بده یا اینکه نه. موهای رونالدو، ریش مسی، تیم رونالدو، تتوهای مسی، یه چیش از رونالدو، دماغ رونالدو و لبهای مسی و قد کریستیانو رونالدو. گردوندن رو میچرخونیم و ببینیم سراغ اولین زوج فوتبالی. سمت راست پایین، یعنی مسی رون در مقابل وینیسیوس و کریم بنزما. بله، بازی شروع میشه. بعد 11 تا ابر فوتبالیست لیون مسی رونالدوی در مقابل وینیسیوس و حاج کریم بنزما. بازی شروع میشه. بعد حالا مسی رون پاس میده به مسی رونالدو. اون سمت مسی رونالدو رو به جلوتر میاره، هر کسی اولین گل بزنه اون یکی رو از جزیره بیرون میکنه و مسی رونالدو ببینیم که چه کسی میتونه مسی رونالدو رو شکست بده. اولین شوت وینیسیوس تو به جلوتر میرسونه، خطرناک هست. مسی رون اونجا دفاعشون خوب نیستش و امیدوارم که گل نخورن و حذف نشن همون اول. کریم بنزما دفع کنه. دوباره به مسی رونالدو میرسه، مسی رونالدو رو زدن همون میذارن در روی دروازه کریم بنزما. وینیسیوس جونیور زوی دوست داشتنی رئال مادرید که از همدیگه جدا شدن. و بده رفت، برو گل رو بزن بهش، بزن شده رو گلش کن. باره کلا هست بکنه این بنزما و وینیسیوس جونیور توسط مسی رون. نفر ببین، بنزما و وینیسیوس با چشمانی اشکبار جزیره رو ترک میکنند و لیونل مسی و رونالدو قدم روی خود را گسترش میدن. دوباره گردان رو چرا کنیم تا زوج سخت بعدی پیدا میشن. ببینیم که زوج رونالدو و رونی میفته یا مسی رونالدینیو که دیگه افتاد دیگه بالا سمت چپ، یعنی مقابل 11 تا محمد صلاح و فندایک. رونالدو مسی اینجوری قفشون من تازه دقت کردم. بله ببینم که آیا محمد صلاح میتونه انتقامش از رئال مادرید بگیره. جلوی پیشرفته این چهره مسی رون رو بگیرن که دست ساز شیمی مهدی خان همین دستا به سیزتون نمیخوره خدا بگله، ولی فنداک خطریه. حالا باز شروع میشه. مهدی خان به عنوان کوچ. اوه اوه فنداک اومد گرفت. آقا گفتم فنداک خطریه، خدا وکیلی بگیرش بگیرش. فقط واسه فنداک، فنداک اومده برای سانت کردن رونالدو. مسی هم اصلا دفاع بلد نیست. اوه پو عوض میکنه صلاح. او بگیرش، مارو بگیر، وای بگیرش، بگیر بگیر اینو. چه کسی از ژن مسی بهتر استفاده میکنه، چه کسی از ژن رونالدو؟ آیا با استراتژی رونالدو میخوان گل بزنن یا با استراتژی مسی آردو؟ نیمار یاد اون صحنه مرد عنکبوتی افتادم، قسمت جدیدش هست. یکی مونده به دوتا مونده به جدیداش، میره توی یک مفره زمانی و از همه جا بهش ضربه شد اینجوری مش میزنن، بعد این چششو میبنده میزنه. اینجا شما نمیفهمی کی مسی کی رونالدو. بده وسطی، بده وسطی، بده وسطی، بده وسطی، بده وسطی، کر آوشوت شوت شوت کن تو دروازه. بار کلا به به، حالا مسی و رونالدو کی میخوان با هم دیگه عکس بگیرن؟ چرا قیافاشون اینجوریه؟ شبیه منن بیشتر. صلاح و فنداک بار دیگه نتونستن از رئال انتقام بگیرن و در آبهای اقیانوس غرق میشن و به این ترتیب مسی و رونالدو قدم روی خود رو بار دیگه افزایش میدن. گردن رو میچرخونیم و از سمت چپ میافته، یعنی 11 تا مسی قدیم و رونالدینیوی قدیم. اوه اوه مسی میخواد انتقام بگیره، چهرهش معلومه. اون مسی و میگم اون روبرو ببینیم که در این استادیوم زیبا آیا مسی رونالدو رو شکست چی دارن یا زوج بی‌نظیر رونالدو رونالدینیو و مسی میتونه مسی و رونالدو رو شکست بده یا نه. البته که باید ببینیم که اصلا ژن مسی به رونالدو خورده و تونستن که با هم دیگه چی تمام کنندگی خود همه چیمون 99 چجوری مسی سوپر گرفتش اونجوری؟ هوادارا اومدن تو استادیوم میگن اصلا ما هوادارا طرفدار چه تیمی هستیم اومدیم تو استادیوم، اصلا ما اینا رو نمیشناسیم، همینجوری الکی اومدیم نشستیم تو صندلی. نگاه کن مثلا مسی رونالدو آقا به هم دیگه تک به تک بزن برای تو گل. بر کلا آفساید نبود؟ آفساید نیست. و رونالدینیو و مسی زوج بی‌نظیر بارسلونا حذف میشن. اول رونالدینیو و سپس مسی جزیره رو ترک میکنن و مسی رونالدو تا اینجای کار 4 قلم رو به اسم خود میکنن. میریم سراغ حریف بعدی ببینیم که حریف بعدی چه کسی خواهد بود. سمت راست پایین، یعنی 11 تا لواندوفسکی و پدری در مقابل ما که ال کلاسیکوی زیبای رئال مادرید بارسلونایی، جایی که مسی باید تیم سابق خودشو برای ببینیم که ابر انسانی که ساختیم میتونه بارسلونا رو باشه. با ما مسی و رونالدو بازی شروع میکنن در مقابل لواندوفسکی و پدری جوان زوی دوستاشنی بارسلونا. ببینیم که میتونه از پس زوج رونالدو و مسی که روی هم دیگه 12 تا توپ طلا دارن بر بیاد یا نه. چون 12 چرخ میزنه شوت
چوبره 22 شوتش کن برکلو توی دروازه گل برکلو. این خود رونالدو بودش که شوت رو زد، حالا توی دروازه و خوشحالیه. لیونل مسی انجام میشه بس خود مسی. لواندوفسکی که پدری هم نتونستن جلوی ابر انسان فوتبال بگیرن و لیونل مسی و رونالدو پنجمین قلمروی خودشون رو به دست میارن. بار دیگه گردنا رو میچرخیم و منتظر زوج بعدی هستیم. چپ بالا فقط خالی، چپ بالا یک دیگر انتخاب کن. گردنا رو میچرخیم و سمت چپ پایین، یعنی زوج هری کین و سون هیونگ مین. بله کسی که الگوش یعنی آقای سون هیونگ مین که الگوش کریستیانو رونالدو بوده، حالا اینجا میتونه اصلا آروش میشه که رونالدو رو ببره یا نمیتونه ببره. بازی شروع میشه با سمت رئال مادرید، یعنی مسی و رونالدو با لباس مشکی این بار حاضر میشوند. مادرید به سمت راست میرسونه، رونالدو به سمت وسط میرسونه، شماره 22 به عقب‌تر از همونجا شوت تموم. رکورد از دقیقه 3 بازی تموم کرد کارتونو کریستیانو رونالدو. سون و هری کین در آب‌های خروشان خلیج فارس غرق میشن. حالا مسی و رونالدو صاحب 6 قبیله میشن و فقط 5 زوج فوتبالی باقی موندن. بار دیگر گردونه رو با سرعت نور میچرخونیم و گوکیجی میگیرد و سمت بالا میافتد، یعنی زوج دیبروینه و ارلینگ هالند. حالا نیمه نهایی رقابتش گرفته و اینجا حکم نیمه نهایی چمپیونز لیگ رو داره که رئال رو بردی آقا ارلینگ هالند. اینجی اونجی نی اینو ما در اونیا میدونن چی گفتم، برین از خودشون بپرسید. بازی رو شروع میکنه کریستیانو رونالدو، میدونم که لگ بدیل اینا داشته باشیم در رکورد این ویدیو اول فاز. بازی رو به سمت راست میرسونیم، از اونجا رونالدو کبیر توپ رو نگار باشه به جلوتر میرسونه، لینگ آدم به دور دنبالش میاد شوتو بزنه اول دست بشه تول باره کلا بکردی. رونالدو نمیتونه پای راست بزنه و مو زلش کن مسی بود، همین مسی بودش. حالا مسی میاد و رئال رو نجات میده. دیبروینه و ارلینگ هالند بدون اینکه بتونن نفس اضافی بکشن از پشت نیمار و جاوی خداحافظی میکنن. حالا مسی رون 70% جزیره مال خود کرد و فقط 4 تا زوج مونده. بار دیگه گردن رو با سرعت نور میچرخونیم و به سمت آبهای خلیج فارس میافته. بابا آب پایین میشه، آب بالا بیافت، بابا بالا بگیر، راست بالا، چپ بالا، باره کلا راست بالا، یعنی زوج جاوی و اینیستا 11 نفره. حالا اینجا اینیستا که داره صلوات و زهر یا الله رو میخونه زیر لب، داره وارد زمین میشه. تنها فرقی که اینجا هستش اینه که ژاوی و اینیستا دوتاشون هافبکن و از این بابت یکم کار مستقیم میشن، هم میتونن حمله بکنن هم میتونن دفاع بکنن. بازی شروع میشه و رونالدو ببینم که میتونه رکورد خودش رو بزنه و در این بازی بتونه در دقیقه 3 به جای دقیقه 4 گل بزنه و رکورد جهانیش رو بشکنه یا نه. برو بزن شوت رو، برو خودت برو شوت بزن، خودت برو شوت بزن، برو کله پاس مسی واری بیرش. آقا سانتش کن رونالدو بزن، رونالدو در بزن سمون سمت پاس میره سروجی رو تر. چقدر قشنگ، چه گولی زد رونالدو گل میزنه اینجا. از اون یکی جاوی با نیستا مخالف بود، جاوی از چپ خارج میشه و نیستا از راست. حالا مسی رونالدو به یک گول تبدیل میشن که فقط میخوان همه رقابشون رو قورت بدن. رقیب بعدی و اون کسی نیست جز چپ بالا ایچی بابا سوزن که نمیخوای نقد کنی داداش. اوه واو، یعنی زوج اوسیمن و کورس خیلی ها. You can call me Kvara, but my name is Hvicha Kvaratskhelia. بله در پارت دوم اوسیمن آقای گله لیگ ایتالیا میخواد در مقابل آقای رونالدو و مسی قرار بگیره در این ورزشگاه. آره دیگر مسی و رونالدو کاپیتان بازی رو شروع میکنه. ببینیم که از جناحین میخوایم برین یا از وسط. اینطوری که مشخصه از جناحین دارن میرن. آقا این چرا همه رو پا به توپ داره مسی بدن مسی دیگه راست داره میگه. والا اوسیمن تو رو دفع میکنه، پاس رو میرسونه اونجا، داره خطرناک حمله میکنه پشت مدافعی، باید برسه مسی و رونالدو، باید بزنه توپشو، وای بگیرنش. حواست کجاست یارو داره بده وسط حسو بین. همین شوت برو کنو دمه تاج. چه گولی خوردی خدا وکیلی، هنو گلش باشه خدا وکیلی، چه گولی زد جان. البته اینو ما تو ژن اضافه نکرده بودیم. این حرکات جلفو نزن تو رو خدا. اوسیمن و رفیقش هم با افتخار به باخته که داشتن از جزیره خدافظی میکنن. مسی و رونالدو بزرگتر میشن و فقط دو تا حریف دارن. همین الان قبل از اینکه بریم سراغ بازی حتما بگین آیا از این دو تا تیم کسی میتونه مسی و رونالدو رو شکست بده یا نه. بار دیگر میریم سراغ گردونه و بار دیگر با سرعت نور میچرخونیم. سرعت نور کم میاره واسه راست بالا، یعنی نیمار و امباپه 11 نفره. بله جای که لیونل کرمسی همین چهره و کریستیانو رونالدو مقابل امباپه قرار میگیره. امباپه الگوش رونالدو بوده و اینجا جاییه که مسی باید این هواداری که بهش بیهتر میکردن رو ببره. مادر شروع میکنه، چیزی نمونده، حالا به پای فینال میرسیم. هر کی بتونه در این بازی برنده بشه به فینال رقابت های خدای فوتبال میرسه. میتونن ببرن. بچرخ بزن همین، تماش کن
گاچه بابا تماش کن برو کلا لیونل مسی دوست دارم لیونل مسی گل زده باشه خدا وکیل برو کلا در عین پیشگویی متی خان نیمار و امباپه از جزیره اخراج میشن و تنها حریفی که از ترس در خود ساکت شده رونالدو و رونیه نیمار رونی و رونالدو زوج من یونایتدی در او رونالدو مسی چین چه حرکتی بود زدی رو رون البته شروع میشه بعد حالا مسی رون دست ساز انگشتهای ماورای متی خان راحتک میزنه سمت جلو حالا میخوام که بیبی یه ضربه سر میخوام گلش بکنی خود رونی شماره 8 شد جلو سر میاره حالا اونجا کریستیانو رونالدو جوان هم حضور داره که از 36 متر درسته گل بزنه و دروازه هدی رو باز بکنه رونی به جلو تایم میرسونه خود رونی اوه سه تا رونی نوکن بگیرش انتقام تو بگیر از انتقام تو بگیر اون روزا یادت میاد که پرسید انتقاد میکرد تو منچستر یونایتد اون روزا یادت میاد آقای رونالدو داد انجام شروع به دروازه کریستیانو رونالدو و مسی زرد سر درون میشه اوه بگیرش بچرخه زده دروازه مسی رونالدو باز میشه برای خونشون دل رونالدو این بازی رو گلدن گل در نظر نمیگیرم آره فکر کردی آره بده وسط بده تیر دو پاس مسی کاتش بده بارکلا چه گلی میزن بارکلا این گل مشی بود بر دهان یاوگویان دقیقه 40 بازی به همچنان بوتی مساوی هستن ببینیم که در پایان بازی در رقابت های فیناله خدایی فوتبال کدوم زود خدای فوتبال میشن اگه گل بخوری خدا وکیلی باختین من بدون هیچ توانی میخوام این بازی رو بازی انجام بدم آسف اصلا حالا شماره 13 به شماره 8 کار رای تکنیکی زیبا شوت دیپینگ شوت پاس بده خدا وکیلی بچرخ بزن به همین شوت دو اول فصل بزن پاس بده همین کات بده وای برنشی ماند گل آفساید نیست خدا وکیل گل بارکلا برای بازی دو برای کی میشه وزن کریستیانو رونالدو و لیونل مسی که خدای فوتبال نامیده میشوند کامبک میزنن وای رونالدو جوان داره میره بزنش وای مساوی یه دونه رونالدو ببینین همه کچل نفوذی نیست واسه بازی مساوی میشه بعد و حالا این بار رونیا رونالدو ان که کامبک میزنن بده وسط توپ لوبره به خدا باختیم سانتر بزن دقیقه 93 و بزن گلش کن آخرین فرصته گلش کن هیچ بابا چی بود این زدی پنالتی کشی بله این رونی که داره نقش شوم خودشو پیاده میکنه و حالا مسی رون هستش که میره پشت تو قرار بگیره و شماره 8 اولین کسی هستش که میخواد ضربه پنالتیشو به سمت دروازه که رونالدو بزنه ببین بزن چپ پایین خدا مکیلی گله مرسی که به حرف من گوش نگاره توی دروازه مسی رون تجربه دروازه‌بانی واسه دو نفر رو داره به راست برمارم گوش نکن حالا بس امیدوارم نوازیم یا حضرت عباس بوری کلا دوباره بابا بده خب رونالدو بزنه چرا همش داره وین رونی میزنه این رونی پدر سوخته به خدا آخر زهر خودشو میریزه نگاه اینو گرفتش فکر کنم نگاه بفرم هیچی نگودش میکنه دیگه الان گودش میکنه میبرم اون رو برو قرآن بگیرش چی بابا برو قرآن مجید گودش آقا بزن وسط هستم وسط بزنی گوده اما بهتر وسط نداری بابا نمیشه همش وین رونی که چند تا وین رونی دارن اینا مرسی مساوی ببین اگر که با پنالتی بعدی واسه اینا رونالدو بیاد بزنه میگیریم این گل تمومه حالا این آخرین بابا وی همش داره وین رونی میزنه آقای رونالدو یاد اون حرفش بیفت یاد اون بی احترامی بیفت ات نفر یکی ضربه اضافه امیدوارم این گل بشه آها ببین اینو گرفتیم رونالدو اومد گرفتیم چوت پنالتیو تمام کن بله قهرمان میشه مسی و رونالدو خدای فوتبال نامیده میشوند امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید اگه دوست دارین بازیکن‌های دیگه هم متقام ترکیب کنه مثل مواد شیمیایی در هم حتما توی کامنت ها بنویسید ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید لنت تا ویدیوهای بعدی